169 تعداد ذره های باردار در کاتیون ایکس مثبت برابر 57 است. اگر تفاوت تعداد الکترون ها و تعداد نوترون ها در این کاتیون برابر با 7 باشد، عدد جرمی این عنصر کدام است؟ خب وقتی میگه تعداد ذره های باردار، ذره های باردار بچه ها پروتون و الکترون جمعش گفته میشه 57. خب اینجا x مثبته، یعنی xی که یه دونه الکترون از دست داده و تعداد الکترون یه دونه از تعداد پروتون ها کمتره. من میتونم بنویسم p به علاوه به جای الکترون بنویسم p منهای 1، این عبارت میشه 57. اینو حل میکنم، 2p مساوی با 58، p به دست میاد 29، پروتون شده 29. ادامه داره میگه تفاوت تعداد الکترون و تعداد نوترون برابر با 7. خب اینجا تعداد الکترون عدد اتمی 29، یه دونه از دست داده، الکترون هاش میشه 28. و با توجه به اینکه تعداد نوترون 7 تا اختلافو داره، میگه 7 تا از تعداد الکترون ها بیشتره، پس تعداد نوترون میشه 28 به علاوه 7 میشه 35. اینا رو داره میگه عدد جرمی این عنصر کدومه؟ خب عدد جرمی آ میشه جمع پروتون و نوترون. پروتون رو دارم 29، نوترون رو به دست آوردم 35، جمعش به دست میاد 64. جواب گزینه 1.